بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كرسابي عزيز و ادامه لکچر قبلی ما گفتیم که RBC در مغز استخوان ساخته میشه بعد از 20 سالگی تا آخر عمر در مغز استخوان استخوانهای غشایی ساخته میشه که شامل استخوانهای ستون فقرات از لای ریبز و همچنان استخوانهای حوصله‌ای میباشند. خب ما دو نوع بون مرو داریم. خب اول در مجموع در سبا بون مرو یک نسج سلول و واسکولار می باشند. سلول و واسکولار به این معنی که در بون مرو یا در مغز استخوان به طور عمده حجرات می باشند و اویه می باشند. اویه و در اطراف حجرات اویه نسج منظم قرار دارد. ما دو نوع نسج مغز استخوان داریم، یکی رد بون مرو و دومیش یلو بون مرو می باشند. رد بون مرو به معنای نسج مغز استخوان سرخ به این خاطر برش گفته میشه که جنوم دارای رنگ سرخ می باشه و عموما دارای حجرات فعال سازنده حجرات خون می باشه، اویه می باشه و نسج منظم می باشه در اطرافش. وظیفهش به طور عموم تولید حجرات خون می باشه، یعنی نه تنها تولید RBC به در مجموع تمام حجرات خون تولید میکنه. و یلو بون مرو یا بون مروی زرد که به رنگ زرد معلوم میشه، البته در اینجا گفته شده که تولید RBC صرف در واقعات بسیار ضروری. عموما این یک بون مروی پیر یا غیر فعال میباشه که عموما دارای مواد شحمی میباشه. از وجه موجودیت همین مواد شحمی به رنگ زرد معلوم میشه و انساج دارای انساج شبکوی و همچنان دارای اویه میباشه. خلاصه ای که رد بون مرو وظیفه تولید RBC و تمام حجرات خون دارد. چون ما در اینجا با این خاطر RBC را نام بردیم که ما در بحث RBC هستیم، لیکن در مجموع وظیفهش تولید تمام حجرات خون می باشه. لیکن یلو بون مرو زرد می باشه و صرف شحم ذخیره می کنه، لیکن صرف در حالات ضروری سبب تولید RBC می شه. خب در مجموع بون مرو یا مغز استخوان کدام وظایف را به دوش داره؟ اول بسیار وظیفه مهم هماتوپویتیک فانکشن، تولید حجرات خون وظیفه مغز استخوان می باشه. رتروکلیژیا، تخریب RBC توسط مکروفاژ های مغز استخوان. مغز استخوان توسط دارای مکروفاژ ها می باشه. او RBC که RBC غیر فعال باشه، RBC غیر نرمال باشه، از لحاظ شکل RBC پیر باشه، بالاخره توسط امی مکروفاژ ها در مغز استخوان تخریب میشه. وظیفه دوم مغز استخوان استوریج است یا ذخیره است. چی چیز را ذخیره میکنه؟ آهن ذخیره میکنه، به شکل فریتین و یا به شکل هموسیترین ذخیره میکنه. و وظیفه دیگهش عبارت از رتیکولو اندوتیلیال فانکشن است، یعنی می وظیفه در کرسبا مربوط به سیستم دفاعی می باشه. وقتی که ما سر حجرات سفید خون در WBC بحث میکردیم، در قسمت بازی وظیفه را انشاءالله تشریح میکنیم. و دیگه وظیفه ایمونولوژیک فانکشن است، وظیفه دفاعی را انجام میده، وظیفه معافیتی را انجام میده. چون مغز استخوان قسمت مهمی از پخته شدن بی لنفوسایت ها میباشه که بی لنفوسایت ها به طور عمده انتیبادی را تولید میکنه و مغز استخوان ذریعه داشتن انتیبادی ها و دیگر حجرات دفاعی در معافیت سهم میگیره. و بالاخره استیوجنیک فانکشن یکی از وظایف مهم مغز استخوان عبارت است از استخوان سازی. چرا؟ مغز استخوان جز استخوان است و در استخوان سازی هم سهم میگیره. خب تولید حجرات خون Genesis of Blood Cells در مجموع دکتر سبا که در سلاید بعدی در این سلاید باز تشریح میکنیم. مغز استخوان داره یک استم سل یا یک حجره جذری میباشه. یه حجره جذری ساقوی یک حجره پلوری پوتنت میباشه. پلوری به معنای چندین، پوتنت قوت، یعنی ای یک حجره است که دارای خواص است که قابلیت تولید تمام حجرات خون را داره میباشه. از این یک حجره تمام حجرات خون RBC, WBC و پلاتلت و تمام اشکال WBC به میان میاد. بعد این حجره پلوری پوتنت هماتوپویتیک استم سل و یک حجره دیگه به نام کمیتد استم سل، یعنی یک حجره متعهد تبدیل میشه. متعهد به این معنی که نمی حجره بعد کالونی های مختلفه جهت تولید انواع مختلف حجرات به میان میاد.
یعنی هر یک از یا به یک حجره مشخص تبدیل میشه، به یک سلسله از حجرات مشخص تولید میشه. لیکن وقتی که هر حجره یا هر سلسله از حجرات به میان میاد، ما به نام کالونی فارمینگ یونیت اریتروبلاست چون مادر آر بی سیستم، این یک کالونی یا یک سلسله از حجرات صرف که به آر بی سی تبدیل میشه، کالونی فارمینگ یونیت اریتروبلاست تبدیل میشه، به همکاری گروت اندیوسر یا تنبیه کننده نمو از جمله یک ماده به نام انترلوکین 6 و همچنان توسط دیفرنشیشن اندیوسر توسط یک فکتوری که او سبب تمایز آر بی سی به اشکال مختلف و بالاخره به یک آر بی سی پخته تبدیل میشه. خب در این قسمت شما میبینید این یک حجره استم سل است که به اشکال مختلف حجرات تبدیل میشه. فرضاً یک سلسله از او حجرات که به این تبدیل میشه، شما در این قسمت میبینید این استم سل است، در این کالم که میبینین این کمیتد استم سل است، لیکن در این کالم که کدام حجرات را میبینین این پریکرسر سل است، لیکن در این قسمت کدام حجرات را که میبینین فارمد الیمنتس آف سرکولیتنگ بلدز، یا به این معنی که حجرات پخته یا حجرات سازنده است. استم سل ما اینمی حجره است که این قابلیت تولید تمام حجرات خون را دارا می باشد. این ما به نام هموسیستوبلاست هم میگیم، یا ایره به نام پلوریپوتنت هماتوپویتیک استم سل هم میگیم. این به اشکال مختلف حجرات تبدیل میشه. فرضاً به یکی از سلسله یا کالونی متحدی که تبدیل میشه، متحد به این معنی که به یک سلسله تبدیل میشه، این تبدیل میشه به پرویروتوپلاست، بالاخره به حجرات پیشقدم آر بی سی یا اریتروبلاست تبدیل میشه که سه مرحله داره، اریتروبلاست، نورموبلاست و بالاخره به رتیکولوسایت تبدیل میشه، رتیکولوسایت بالاخره به اریتروسایت تبدیل میشه. سلسله دیگه حجراتی که از این حجره به میان میاد میگاکاریبلاست میباشه، میگاکاریبلاست به میگاکاریسایت تبدیل میشه و بالاخره از این قطعات سایتوپلازمیک جدا شده به پلاتلتس یا صفحات دمویات تبدیل میشه. لیکن یک سلسله دیگه ای که از این به میان میاد عبارت از گرانولوسایت ماکروفاژ کالونی فارمینگ یونیت میباشه که بالاخره ای به دو سلسله تبدیل میشه که به میلوبلاست بالاخره به سه سلسله از حجرات تبدیل میشه، یکی نیتروفیلیک میلوبلاست، ایجنوفیلیک میلوبلاست و بالاخره بازوفیلیک میلوبلاست که نیتروفیلیک میلوبلاست به نیتروفیلا تبدیل میشه، یک سلسله از حجرات گرانولوسایت میباشه و دومش به ایزینوفیل تبدیل میشه که یکی از حجرات دفاعی بدن ما شما میباشه و این سلسله بالاخره به بازوفیل تبدیل میشه که هر سه نوع از این حجرات ما به نام گرانولوسایت ها یاد میکنیم و از این سلسله یک حجره پریکرسر یا حجره پیش قدم به نام مونوبلاست میباشه. مونوبلاست بالاخره به مونوسایت تبدیل میشه که هم یکی از حجرات دفاعی بدن ما شما و اگرانولوسایت ها بدانه میباشه و بالاخره از امی هموسیستوبلاست حجرات به نام تی پروژنیتر سلز همچنان بی پروژنیتر سلز یعنی حجرات پیش قدم تی لیمفوسایت ها بی لیمفوسایت ها می باشه که تی پروژنیتر سلز میره به تایمس میره و تی سلز پریکرسر می باشه به نام لیمفوبلاست ها بالاخره به تی لیمفوسایت تبدیل می شه در تایمس و بی پروژنیتر سلز حجرات پیش قدم بی لیمفوسایت ها می باشه که در مغز استخوان بالاخره به بی لیمفوسایت تبدیل می شه. خلاصه ای که در کسیبا در مغز استخوان حجره ساقوی یا پلوریپوتنت هماتوپویتیک استم سل پلوریپوتنت چندین قوته هماتوپویتیک خونساز استم سل می باشه که به اشکال مختلفی از حجرات خون تبدیل می شه، یکی از او سلسله که به میان می آید عبارت از اریتروسایت یا آر بی سی می باشه. خب ما قبلا گفتیم که آر بی سی بعد از ای که در مغز استخوان به میان می آید مراحل تفریق پذیری یا تمایز پذیری را داره که اولا به شکل پرو اریتروبلاست می باشه، بالاخره به با اریتروبلاست تبدیل می شه، بالاخره به با نورموبلاست، بالاخره به با رتیکولوسایت و بالاخره به با یک آر بی سی پخته تبدیل می شه. اینمی مراحل ما به نام مراحل تمایز آر بی سی یاد می کنیم، مراحل تفریق پذیری آر بی سی یاد می کنیم که اولا یک کالونی می باشه، کالونی یعنی مجموعه حجرات، این ما به نام کالونی فارمینگ یونیت اریتروبلاست می گیم. بعدا این تبدیل میشه به پرو اریتروبلاست، ببینید دیگه به پرو اریتروبلاست تبدیل میشه و بالاخره به یک حجره به نام بازوفیلیک اریتروبلاست تبدیل میشه، البته که یک اندازه بسیار کمی از هموگلوبین داشته میباشه
و بالاخره هسته ازی از بین میره، هسته که هسته از بین میره بالاخره به یک شکل تبدیل میشه که رو بنامه ریتیکولوسایت میگه، و زندگی مرحله به ریتیکولوسایت تبدیل میشه. شما ببینید در شکل حجره، اول حجره یک اندازه بزرگ میباشه، سایز حجره هسته هسته کاهش پیدا میکنه و همچنان ارگانیل ها از بین میره. یک اندازه هموگلوبین اول دا اول ساخته میشه، لیکن هسته هسته باز این حجره پر از هموگلوبین میشه. از این خاطر وقتی که یک حجره در درجه مرحله ریتیکولوسایت میرسه، دارای بسیار کمی از بقایای گلجی بادی، میتوکندریا و سایر ارگانیل ها میباشه، لیکن بسیار زیاد که دارای این ماده میباشه و عبارت از هموگلوبین میباشه. و این تقریبا 1% از آر بی سی میباشه که به دوران آزاد میشه، و بالاخره بعد از 1 الی 2 روز داخل دوران به یک آر بی سی بالغ و به یک آر بی سی پخته تبدیل میشه. اب تنظیم تولید آر بی سی و نقش اریتروپویتین، ما دو فکتور داریم که وا سبب تنظیم تولید آر بی سی میشه. یکی تیشو اکسیجنیشن، درجه اکسیژن رسانی به انسان. چون ما در لکچر قبلی گفته بودیم دکتر سوا که یکی از وظایف مهم آر بی سی عبارت از انتقال اکسیژن است، و اکسیژن در موجودیت اکسیژن انساج و اعضای بدن ما شما تمام تعاملات انجام میده. خب چون آر بی سی انتقال دهنده اکسیژن است، تولید آر بی سی مربوط است به اکسیژن رسانی به انساج. به این معنی اگر اکسیژن رسانی یا اکسیژن در انساج ما شما کاهش پیدا میکنه، بالاخره تولید آر بی سی افزایش پیدا میکنه. لیکن برعکس، اگر اکسیژن رسانی یا اکسیژن در انساج ما شما به شکل کافی موجود باشه، بالاخره تولید آر بی سی هم کم می باشه. دیگه ای که یکی از فکتورهای مهمی که در تنظیم تولید آر بی سی رول داره عبارت از پروتین اریتروپویتین می باشه. اریتروپویتین تقریبا تا 90% در کلیه تولید میشه و بسیار کم تا 10% در کبد و دیگر انساج تولید میشه. که اریتروپویتین سبب تنبیه بنمیرو یا مغز استخوان میشه تا که آر بی سی تولید شه. پس اگر چون به طور عمده 90% در کلیه تولید میشه، اگر کلیه ما شما به هایپوکسیا یا به کمبود اکسیژن مبتلا میشه، بالاخره از کلیه پروتین اریتروپویتین تولید میشه. اریتروپویتین به شکل هورمون آمده سبب تنبیه مغز استخوان شده و سبب تولید آر بی سی میشه. خب شما در این شکل ببینین regulation of erythropoiesis، تنظیم تولید آر بی سی. erythropoiesis به معنای تولید آر بی سی. البته erythropoietin produced by kidney when oxygen level drop، میگه erythropoietin تولید میشه توسط گرده وقتی که سویه اکسیژن در انساج کم شود. شما در این قسمت ببینین هایپوکسیمیا. هایپوکسیمیا به معنای کمبود اکسیژن در خون، یعنی به معنای inadequate oxygen transport، به شکل کافی اکسیژن در انساج انتقال نمیشه. بالاخره اینمی پروسه سنس بای لیور این کدنی، اینمی آفت یا اینمی مصیبت یا اینمی نقیصه توسط کبد و توسط کدنی ما شما حس میشه، و بالاخره ای هر دوز و شروع میکنه به تولید اریتروپویتین، سیکریشن آف اریتروپویتین. اریتروپویتین بالاخره استیمولیشن آف رید بون میرو رو بدوش داره یا مغز استخوان سرخ تنبیه میکنه. اینه که تنبیه کرد، مغز استخوان شروع میکنه به تولید بیشتر آر بی سی، اکسلریتد اریتروپویسیس یا اریتروپویسیس فوق العاده تنبیه میکنه که تنبیه ساخت. بالاخره انکریزد آر بی سی کاونت، تعداد آر بی سی در خون افزایش پیدا میکنه. آر بی سی که افزایش پیدا کرد، انکریزد اکسیژن ترانسپورت، اکسیژن توسط خون یا توسط آر بی سی به شکل کافی انتقال پیدا میکنه. بالاخره هایپوکسیمیا که نقصه بود که در او اکسیژن کم انتقال میشد، این قصه رفع میشه توسط تولید اریتروپویتین. خب دیگه ای که در تولید آر بی سی به طور عمده دو ویتامین عمده، یک ویتامین بی 12 و همچنین فولیک اسید رول داره. یعنی در مراحلی که آر بی سی تولید میشه، من حیث فکتورهای تنبیه کننده نه، بلکه فکتورهایی که سهم میگیره در تولید آر بی سی، یکی ویتامین بی 12 میباشه و همچنین دیگه فولیک اسید میباشه. البته ما به شکل مشرع به مکانیزمی که یا او مکانیزمی که در او ویتامین 12 یا فولیک اسید چه نوع سهم میگیره نمیپردازیم. اما قدر خلاصه میگیم که
هر دوی از یا یک ویتامین 12 و فولیک اسید در ساختار یا در ساختن تایمیدین ترایفاسفید که یک جزء مهمی از دی این ای می باشد ضروری می باشد. از این خاطر اگر ویتامین 12 و فولیک اسید به شکل کافی موجود نباشد، بالاخره اینمی ماده ای که در ترکیب دی این ای است تایمیدین ترایفاسفید ای بمیان نمی، بالاخره آر بی سی به شکل مناسب یا به شکل کافی بمیان نمی. خب عموما در صورت فقدان از این کاهش سنتز دی این ای بمیان میه، حجراتی که یا آر بی سی که بمیان میه حجرات بزرگ می باشند، شکل حجرات بزرگ به نام ماکروسایت بمیان میه یا به نام پسان انشالله باز پتالوجی هم شما می خوانید، این اینوانیمیا یا کمخونی که از وجه کمبود فقدان ویتامین 12 و فولیک اسید بمیان میه به نام مگالوبلاستیک انیمیا می باشند. خب تشوشات پختگی آر بی سی در فقدان ویتامین 12، اگر یک شخص به فقدان ویتامین 12 مصاب می باشد، ویتامین 12 چون البته وقتی که ما در مواد غذایی ویتامین 12 را بگیریم در افرازات لعاب دهن ما شما یک پروتین است به نام آر بندر ویتامین 12 را همراه خود گرفته به معده انتقال می ده و در معده یک فکتور است به نام انترنسیک فکتور که توسط پریتال سلز معده تولید میشه، ویتامین 12 را امرای خود گرفته و بالاخره به امعای کوچک انتقال میده و در امعای کوچک بالاخره جذب میشه. از این خاطر ما میگیم که در تشوشات پختگی آر بی سی افراز انترنسیک فکتور از معده و جذب ویتامین 12 به شکل پینوسایتوزیس این پروسه ها برهم میشه. فرضاً اگر یک شخص به آفات معده مصاب باشه و انترنسیک فکتور موجود نباشه، ویتامین 12 وقتی که به معده ما شما داخل میشه بالاخره توسط HCL یا تیزاب معده تخریب میشه و ویتامین 12 موجود نمی باشه که بالاخره در امعای کوچک جذب شود. خب جذبش به شکل پینوسایتوز صورت میگیره. عموما ذخیره ویتامین 12 در کبد می باشه. عموما روزانه یک شخص تقریبا 1 تا 3 میکروگرام برگی ویتامین 12 ضرورت داره، لیکن ذخایرش چند هزار چند بیشتر می باشه. از این خاطر اگر یک شخص به سوی جذب ویتامین 12 مصاب باشه، شاید در ظرف ماها برای ازی کمبود ویتامین 12 یا فقدان ویتامین 12 اعراض و علائمش به میان بیاد. چرا؟ به خاطر که چند هزار چند ذخیره ویتامین 12 در کبد موجود می باشه، لیکن مصرفش روزانه بسیار کم می باشه. عموما قبلا که ما اشاره کردیم که عدم موجودیت انترنسیک فکتور که ویتامین 12 را به امای کوچک خصوصا به قسمت ایلیوم انتقال می تا کجا جذب شود، عموما اسبابش اتروفی معده می باشد که از وجه امراض آتیمیون می باشد و این و کمخونی که در او ویتامین بی 12 از وجه اتروفی معده که اسبابش آتیمیون باشه به میان بیا، اینا کمخونی به میان بیا، اینا کمخونی را به نام پرنیشیز انیمیا میگن. خب تشوشات پختگی آر بی سی از وجه فقدان فولیک اسید، چون فولیک اسید منبع مهم و بیشترش سبزیجات و میوه‌جات و جگر میباشه، پس اگر یک شخص سبزیجات میوه‌جات و جگر یا را زیاد استفاده نکنه به کمبود فولیک اسید مصاب میشه و ای که همی سبزیجات فوق العاده زیاد پخته کنه، از وجه پخته شدن بیشتر فولیک اسید از بین میره و به کمبود و فقدان فولیک اسید مصاب میشه. و همچنان اگر یک شخص به امراض امای کوچک مصاب باشه بالاخره ممکن فولیک اسید جذب نشه که این امراض فرضاً مایل اسپرو یا سیلیاک دیزیز میگن که سطح جذب کننده امای کوچک خصوصا جیجنم، چرا فولیک اسید در قسمت دوم امای کوچک جذب میشه و در قصه جذب مشکل موجود باشه، مشکل آناتومیک یا مشکل فیزیکی موجود باشه بالاخره فولیک اسید جذب نشده و شخص به فقدان یا به کمبود فولیک اسید مصاب میشه. تشکر دکتر سبا، انشالله هموگلوبین باز در هفته بعدی میخوانیم. یک چیزی که دکتر سبا قبل یادآوری است که فصل قبلی ما شما که عبارت از عضله بود، او مان انشالله فصل خونه که خلاص کردیم، بعد از او باز
انشاءالله سر عجله میپرم.